سلام به شما عزیزان، امید صحتمند باشید در هر جای دنیا که هستید. ویدیو جدید ما در مورد نوشیدن خون ختنه نوزادان یهودی و ختنه شدن دختران است. متعجب شده اید؟ بله، همین طور است. من هم برای بار اول متعجب شده بودم و راستش را بگویم حتی دلم بد شده بود. از بس خبر کرکاوری بود برایم. حالا با ما تا ادامه ویدیو باشید تا ببینیم آخرش چه می شود و چرا این کار را می کنند. و یادتان نرود که چینل ما را سابسکرایب کنید و ویدیو فعال ما را هم لایک و نظرتان را هم برای ما در قسمت کامنت بنویسید. ختنه به بریدن همه یا بخشی از پیش پوست از آلت مردی یا آلت زن اشاره دارد. ختنه عمل جراحی کوچکی است که سابقه 5000 ساله دارد. تاریخچه ختنه به مدت‌ها پیش و به مصر باستان برمی‌گردد. در گذشته انجام ختنه فقط جنبه بهداشتی داشت، اما امروز مسلمانان، یهودیان و برخی از مناطق دنیا از جمله بخشی از مسیحیان پسران خود را ختنه می‌کنند. مسلمانان به دلایل اسلامی و مذهبی فرزند خود را ختنه می‌کنند، اما بعضی از مذاهب بعدیان برای پیشگیری از برخی مشکلات پزشکی کودکان خود را ختنه می کنند. برخی از پژوهشگران بر پیامدهای مانند کاهش حساسیت نیرنگی به تحریکات جنسی و آثار سوء روانشناختی آن تاکید دارند، که البته گروه دیگری از مراجع وقوع هر گونه آثار سوء جنسی به مثل کاهش لذت به دنبال ختنه را رد می کنند یا زود انزالی را. ختنه از سالیان دور در میان گروه از سیاه پوستان آفریقایی و بخشی از بومیان استرالیا و برخی دیگر، یعنی بدون وابستگی مذهبی، رایج بوده است. همچنان که در کتاب‌های مذهبی پیروان ادیان اسلام و یهود اشاره و سفارش‌های فراوانی به این کار شده است. ختنه یک جراحی کوچک اما دقیق است که توسط پزشک در کلینیک ختنه انجام می‌شود. وجود ضعف تکنیکی می‌تواند باعث بر جای ماندن عوارض خطرناک زودرس و دیررس شود. عوارض زودرس شامل احتمال خونریزی، عفونت، احتباس ادراری، هاماتوم، اسکمی و نکروز گلانس و آموتاسیون نیرنگی می‌باشد. و پیامدهای دیررس شامل کردی، ختنه ناکامل، تنگی مم، کم آمدن و زیاد آمدن پر پوست، چرخش نیرنگی و گرانولوم محل ختنه و غیره می باشد. هرچند که در صورت مهارت پزشک احتمال بروز عوارض بسیار کم است، بهتر از ختنه در نوزادهای انجام شود. به هنگام ختنه می توان لگام نیرنگی را هم برید که به این کار لگام بوری گفته می شود. همه اینها را که گفتیم جنبه های علمی و دینیش بود، ولی اینکه خون ختنه را بنوشی، این کار در فرهنگ اسلام وجود ندارد که هیچ جایز هم نیست. اما در فرهنگ یهودیان این عمل یک امر ساده و جزء رسوم و دینشان محسوب می گردد. البته هر شخصی حق این کار را ندارد. فقط شخصی که امورات کار کنیسه را که پیش می‌برد، همان حق دارد که به ملاه دین یهودی یاد می‌شود. چیزی که بیشتر مردم افغانستان با چنین چیزی روبرو نشدن این است که در بعضی از مناطق کشور ایران و در کشورهای آفریقایی دخترشان را ختنه می‌کنند، که به دو معنی است. یک، اگر ختنه نکند دخترشان را، یعنی که او نجس است و مسلمان هم نیست. دو، شهوت دختر را با خیال خودشان کم می کنند یا بالکل از بین می برند. حتی اگر این دختر جوان هم شده باشند، این کار باید صورت گیرد. خب دوستان عزیز، به آخر ویدیو ما رسیدیم. راستی نظر شما عزیزان چیست؟ آیا این موضوعات را می دانستید؟ اگر می دانستید برای ما بنویسید که بله. اگر هم که نه، برای ما حالت و طرز فکرتان را در این مورد بیان کنید. و لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید و ویدیو ما را لایک کنید و لینک شبکه ما را با دوستانتان شریک سازید. تا ویدیو بعدی، خداوند یار و مددگارتان باد.